سلام این جلسه هم یه اصطلاح دیگه و داستان پشت سرش رو با هم بررسی میکنیم اول بیاییم این کلمه رو با هم یاد بگیریم کلمه چیس که هم حالت نون داره هم حالت اسم داره هم حالت فعل اما ما فعلا با این حالت اسمش کار داریم به معنی تعقیبه رانینگ گفته و یا درایوینگ گفته دنبال یه چیزی بودن حالا فعلش هم تقریبا همین معنی تعقیب کردن هم معنی میده گفته که an act of running or driving after somebody or something in order to catch them or catch it دنبال یه نفر یه چیزی بیفتی که بگیریش مثلا the thieves were caught by police after a short chase یعنی دوزدار پلیس بعد از یه تعقیب کوتاه گرفتشون و یا we lost him in the narrow streets and had to give up the chase میگه ما توی این کوچه پس کوچه های تنگ و تاریک خلاصه خیابون های باریک گمش کردیم و مجبور شدیم که بیخیال تعقیب بشیم give up the chase یعنی ول کنیم تعقیب و بیخیالش حالا چه ربطی داره به بحث امروزمون یه فلاش بک بزنیم بریم به امریکای 1920 1930 سی. سینما ها این شکلی بود سینما ها تو شهرهای بزرگ معمولا مثلا تو نیویورکی لس آنجلسی سینما ها این شکلیه بزرگه و ملت همه جمع میشدن فیلم ببینن خیلی هم دیگه مثل الان نبود دیگه حالا مثلا فکر کنید منظم و مرتب همه می هر چی میخواست میخورد صحبت میکرد اینجوری ببینید اینجوری سیگار هم میکشن وسط سینما از یه چیز جالبه دیگه خیلی آزاد بوده خلاصه سینما ها قاعده قانون اونجوری نداشته اما این تو شهرهای بزرگ بود تو شهرهای کوچیک ملت میرفتن یه همچین جاهای سینما یه اپراتوری اون پشت هست که مثلا اینجا دیده میشه اینجا تصویر رو مینداخت روی پرده و کسایی که اینجا نشسته بودن میتونستن فیلم رو ببینن و خیلی هم کوچولو و جمع جور بود فیلم های تکراری یه فیلم مثلا هر روز همون صد بار پخش میکردن مردم هم چون براشون جالب بود میمانن ده بار میدیدن مثلا یا مثلا این تصویر رو ببینید یه نفر اینجاست یه سینماتاگرافر که اینجا نشسته فیلم رو پخش میکنه و حالا چند نفر هم نشستن فیلم رو نکته مهم اینه که تو اون دهه اکثر فیلم ها فیلم های عشقی بود یعنی موضوعات خیلی عامی و دم دستی دیگه مثل فیلم فارسی های خودمون دیگه فیلم فارسی چجوری بود 99 درصدش عشقی بود دو نفر با هم آشنا می شدن، یه اتفاقی وسطش میفته جدا می شدن، بعد یه ماجراهایی در نهایت این به هم میرسیدن، این شکلی مردم هم که خب فیلم اونجوری تولید نمیشد زیاد که یه فیلم رو بعد مثلا دو ما می تا مثلا بعدی بیاد، شاید هم بیشتر در نتیجه یه فیلم رو چندین بار می دیدن فیلم های عشقی این مدلی معمولا اینجوری بود که یه آدمی حالا یه دختر پسری یه جا رو می بینن، بعد یه مشکلی این وسط پیش میاد پسره باید بره مثلا یک فداکاری یه جنگی یه چیزی بکنه تا در نهایت به هم برسه یک چیزی که پای ثابت این فیلم ها بود تعقیب و گریز بود مثلا یه اتفاقی میافتاد اینا شروع میکردن تعقیب کردن همدیگه و اون قهرمان داستان اون وسط یک عمل خارق العاده ای میکرد که خلاصه دل دختره رو ببره او این داستانم به اون تعقیب و گریزه خب میگیم چیس دیگه ببینید یه همچین حالتی چیسه پلیس مثلا میفته دنبال این ماشینه یا به این حالت که در نهایت طرف رو دستگیر کنن تو فیلم های هالیوودی این شکلی میبینیم این قهرمان داستانه مثلا هر کاری بر... هر اتفاقی براش میفته هیچ چیش نمیشه و اون یکی ها کنه در نهایت این موفق میشه حالا تا به این صحنه برسه فیلم مثلا چه دقیقه داستان اینجوری بود که این صحبت میکرد و اون مسئله عشقی مطرح میکرد و این قر میزده این حرفا کسی هم که رفته فیلم و ده دفعه دیده دیگه حوصله این چیزها رو نداره که اینایی که تو سینما های محلی میدیدن معمولا که خب همه هم همدیگر هم رو میشناسن و کارمند سینما رو میشناسن و اینجوری بودن تو شهرهای کوچیکتر یکی از اینا داد میزد مثلا اسم این طرف رو میگفت مثلا بلی کات تو دی چیس کات تو دی یعنی رد کن رد کن بره جلو برسون به اون قسمتی که اینا دنبال هم دیگه میکنن اون صحنه اکشن رو بیار ببینیم قشنگیش اونجاست این عبارت کات تو دی چیس یعنی بزن از فیلم هر چی هست بزن ردش کن برسون به اون نقطه مهمش این عبارت یواش یواش تو صحبت آمیانه هم میچرخه و تبدیل میشه به عبارت ک cut to the chase عبارتیز. یعنی اینکه آقا برو سر اصل مطلب چون اصل فیلم اون قسمت هیجانیش بود دیگه میبینید که میگه یک عبارت این فرما هست to stop wasting time and start talking about the most important thing حالا یه نفر داره حرف میزنه هی سوغلا کبلا میچینه و میگه نگه cut to برو سر اصل مطلب یا مثلا توی میتینگ ها توی جلسات دفعه یه دفعه رئیس میاد میگه اوکی اوکی, اوکی او let's cut to the chase و بعد ادامه صحبت میگه right. let's cut to the chase how much is it going to cost شما فرض کنین یه پروژهی رو دارید به رئیستون میگی توضیح میدید فلان یارو میگه آه ولش کن برو سرعت مطلب چقدر آب میخوره چقدر باید هزینه کنیم یا توی دیکشنری که این میبینیم to talk about or deal with the, the important parts of a subject and not waste time with things that are not important یعنی حرف علکی رو بذار کنار برو سر اصل مطلب اون اصل حرفت رو بزن پس ببینید که توی دیشری که این بریچ هم به همین اشاره میکنه مثالش هم الان اینجا نوشته یه بارم از توی وبستر نگاه کنیم نوشته cut to the chase to get to the point she urged him to skip the details and cut to the chase میگه یعنی بهش گفت که urge یعنی به یه نفر بگید که عجله کنه she urged him to skip the details بابا جزئیات رو بذار کنار برو سر اصل مطلب cut to the chase. پس این تصویر اگه تو ذهنتون بمونه کجا بود این آقا این خیلی جالبه تنهایی اومده سینما مثلا یکی دو نفر بیشتر نیستن این پاشم انداخته رو صندلی بعدی یه همچین آدمی میاد داد میزد به اون مسئول به اون اپراتور به اون چی؟ که کات the چیس برو سر اصل مطلب برو اون قسمت قشنگ فیلم رو پخش کن من اینکه که بیست دفعه این فیلم دیدم فقط برای اون یتیکش اومدم پس کات the چیس به معنی رفتن سر اصل مطلب با این عبارت جمله بسازید و مثال بزنید توی کامنت ها برای من بنویسید تا جلسه بعدی